بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چند جمله عرض ادب کنیم به مولای عالم امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. بله، عرض میکنم خدمتتون که فضائل امیر المؤمنین از حد و حصر خارج است. حالا این که عرض میکنم اغراق نیست، نه اینکه ما چون شیعه هستیم اینطور میگیم. آقا روایات زیادی داریم از علمای فریقین، شیعه و سنی. اینا جمع بشه خدمت شما عرض میکنم که شما باور میکنید. آقا قرآن که هممون قبول داریم، همه الحمدلله رو چشممون میذاریم. حالا اونایی هم که شیعه نیستن و قرآن قبول دارن. آقا جون شما چندین جای قرآن میخونید که اگر دریاها مرکب بشه و جنگلها قلم بشه کلمات خدا تمام نمیشه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، بخون دیگه، این سوره کهف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، هش دوخی نیست، ببین اقیانوس مرکب بشه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، ای خشک میشه قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از اون که کلمات پروردگار تمام بشه. عزیز من، در خزانه خدا یه چیزایی هست که اصلا اول آخر نداره، یکی از اون فضائل امیرالمومنینه. بله، الان من بخوام این روایت رو بخونم، کتاباش براتون بگم، طول میکشه. امیرالمومنین سلام الله علیه دشمنانی داشت که نمیخواستن اصلا هیچ فضیلتی دربارش گفته شود. یه داستان براتون بگم، اینو بشنوید که میگم، ببینید یه نمونه، یه قطره از دریا که هیچ فضیلتی منتشر نشود. مثال براتون بگم، اینو بشنوید، مثال خوبیه. یه شاعری بود در صدر اسلام به نام کعب ابن زهیر. پدرش هم شاعر مطرحی بوده در زمان خودش، در زمان جاهلیت، حالا شاید اسلام هم دیده باشد. زهیر ابن ابی سلما، ببین مثل که سعدی چقدر مطرحه، یه پدر داشته باشد که بنده خودش مطرح باشد. کعب ابن زهیر، پدرش زهیر ابن ابی سلما بود. این نمیدونم حالا چی شده بود، رفته بودن گفته بودن مسلمین با هم دیگه این آدم مرتد، خونش هدره، بالاخره حالا به اسلام چیزی گفته بوده، نعوذ بالله به قرآن گفته بوده، خیلی مشخص نیست. خلاصه به هر حال طوری شد که محدور الدم اعلام شد بین مردم، این کعب ابن زهیر. خلاصه گفت من چی کار کنم، به کی بگم؟ یه رفیق فهمیده ای داشت کعب ابن زهیر. این آدم شب رفت خونه یه رفیق فهمیدهش، من چی کار کنم؟ شاید اینطور بوده، هیچی گفت شب به من خونه ما
صبح برو پیش پیغمبر اکرم، تو نماز صبح برو پیشش. خیلی عجیبه. این یه قصیده طولانی آماده ساخت، البته میخوام مثال بزنم براتون، نمیخوام وارد مسائل بشم. آقا صبح پیغمبر اکرم نماز صبح خونده بود، نشسته بود، رفت نشست کنار پیغمبر. آقا من کعب ابن زهیرم، یه قصیده برای شما ساختم، اجازه میدید بخونم؟ فرمود بخون. تو رو خدا شما دقت کنید، آخه ما امت چه کسی هستیم؟ یه آدمی که تو جامعه اینطور اسم بد در بیاره، بعد اون وقت بیاد پیش شخص اول آقا میخوام قصیدم بخونم، هیچ بدون چونه چرا، خب بخون. این شروع کرد قصیدهشو خوند، حتی مردم با فضیلت اصفهان توجه کنن که در قصیده چه در فارسی چه در عربی، در فارسی هم داشتیم قصیده با تغزل شروع میشه، دقت بکنید، هم فارسی داشتیم هم عربی. میخوان یکی رو مدحش بکنن، اول با یه تغزل شروع میشه، با یاد محبوبه و معشوقه و زلف و خط و خال، با این چیزا شروع میشه، به این میگن تغزل. گاهی به این میگن تشبیب، گاهی هم اسمش نصیبه، البته نصیب با سین، نصیب با ساد نه، اون به معنای بهره است. نصیب با سین گاهی به معنای تغزل اول قصید است. دیبل وقتی رفت خدمت حضرت رضا علیه السلام، اون نصیب قصیده را حذف کرد، تغزلشو، برای تغزل داشت. گفتن چرا حذف کردی؟ گفت از حضرت رضا خجالت کشیدم. حالا این کعب ابن زهیر اومد از پیغمبر اجازه گرفت، یه آدمی که تو جامعه به عنوان محدور الدم مطرح شده. عرضم خدمتتون که قصیده رو بخونه، حضرت رو بخونه، حتی نصیب قصیده رو حذف نکرد، هم با نصیب شروع کرد. ببین سعاد اسم دختره، گفت بانت سعادو فقلب اليوم مطبول. ولی تا آخر هم مثال بگم، این سعاد از من دور شد، چکار کنم؟ حتی با این تا وارد قصیده شد، گفت نبئتو به ان رسول الله اوعدنی. عجب، دیگه سعاد رفت کنار، حالا متن قصیده است. نبئتو به ان رسول الله اوعدنی والعفو عند رسول الله مأمولو. آقایون خواهرا، این قصیده الان قریب به 70 شرح و حاشیه برداشته تا حالا. ادب خیلی خوب چیزیه، اصلا دنیای منهای ادب یک عباسی نمیارزه. قرآن همش ادبه، ببین در ادب قرآن چند کتاب رساله نوشته، به به نهج البلاغه همش ادبه. خلاصه دو تن از مشاهیر صحابه، اسمشون نمیارم، خواستن مجلس او را به هم بزنن. تو را خدا، آخدم چقدر باید بسوزه، کسی که پیغمبر اکرم اجازه داده قصیدهشو بخونه، آقا خواستن به هم بزنن. وسط قصیده حرف زدن، پیغمبر برگشت فرمود استمع او، گوش بدید، ساکت باشید. پیغمبر مدیریت کرد که مجلس به هم نخوره. خلاصه آقا من مؤمنم، من مسلمونم، به من افترا گفتن. آقا بنده مسلمونم، مؤمنم، شما را به پیغمبری قبول دارم. شعرش این بود دیگه،
تمام که شد خیلی خوب خوش آمدی. حضرت فرمود خوش آمدی. دیگه نه دو نفرم بیان ببینن راست میگه، کجا داری میری، حرفا چیه؟ آقا خوش آمدی، خیلی مبارکت باش. مثلا میگه آقا این تحت تأثیر عظمت پیغمبر قرار گرفت، رفت گفت ببینم این پیغمبر که اینقدر آغاست چه، شاید میگم اینطور بوده، چه کسی به او خیلی شبیه هست اینقدر آغاز؟ آیا بقیه که سنگ دوستی او را به سینه میزنن مثل او هستن؟ برم ببینم چی شبیهشه. رفتید از علی علیه السلام شبیه تر وجود نداره. این پیغمبر، نفس پیغمبر، جان پیغمبر. بله، گفت حالا که اینطور شد یه قصیدم در مورد این آقا میگم. اینا را جوانان گوش بدید، اینا با زحمت به دست آمده، قصه نبوده که مثلا باز کنیم ببینیم قصه نوشتن. هر ذره از این حرفا که عرض میکنم از یه دره پیدا شده. آقا این قصیده سینه به سینه موند که در مدح امیرالمؤمنین گفت. اون با نت سعاد چی بود؟ در مدح پیغمبر اکرم بود و تبرئه خودش. این در مورد امیرالمؤمنین بود. آقا این سینه به سینه موند. بنی امیه گفتن چون کعب ابن زهیر شاعر مطرحیست مبادا بذارید این پخش بشه. نذاشتن پخش بشه. تا موند همینطور مخفی در زمان خطیب تبریزی، توجه کردید؟ در زمان خطیب تبریزی قرن ششم، قرن شش، پنج و شش دیگه، خطیب تبریزی کسی بوده که از تبریز کتاب رو گذاشته بود تو خرجین، انداخته بود رو دوشش، از تبریز حرکت کرده بود تا به معره شام برسد و اونجا، توجه کردید، ابوالعلاء معری دیوانی داشته به نام سقط الزند. ببینید سقط الزند، بعضی هم میگن سقط الزند، اما بیشتر صحیح سقط الزنده، که اینو از زبان ابوالعلاء بشنود و شرحش بکند. توجه کردید؟ الان شما میشینین میگین فلان نسخه کجاست؟ خیلی خوب اینترنت بیار ببینیم کجاست. علم ها آدم تقدیر میکنه، خوبه، اما تو رو خدا ببین آخه کار با کار چقدر فرق داره. هر جا نشستی نوشابه در کنارت، کولرم کار میکنه، بزن اینترنت نسخه رو ببین این کجا، تا از تبریز بلند شی بری به معره. اینطور مردم زحمت میکشیدن. خلاصه این خطیب تبریزیه که آدم مطرحیه. آقا بنی امیه این قصیده که در مدح امیرالمومنین بوده مخفی کردند، زمان خطیب تبریزی این قصیده رو شاگردان خطیب پیدا کردند، منتشر کردند. دستشون درد نکن. میخوام بگم اینطور بوده. یعنی ببین یک فضیلت باید چند قرن بمونه تا اون وقت بدی فضیلت. اینی که از اون عالم سنی میپرسن که ما تقول فی علیین، یا عالم سنی در مورد علی چی میگی؟ میگه چی بگویم؟ ببین چقدر پخت است این حرف، تو رو خدا چقدر زیباست. چه بگویم در حق کسی که دوست دشمنان از بغض و حسد فضائل او را کتمان کردند؟ از بغض و حسد این دشمنان، دوستان از ترس و وحشت فضائل او را کتمان کردند، اما از بین دو کتمان انقدر حدیث منتشر شده که عالم را پر ساخته. ابن عبدالحدید سنیه، نهج البلاغه آقا را شرح کرده،
ببین مست شده. چیزی که به شما دارم عرض میکنم، ببینید اغراق نیست، مست شده. ابن عبدالحدیث سنیه، هیچ شکی درش نیست. با یه فضیلت گفتن آدم شیعه نمیشه. اگه بنابرام باشه یه چیزی بگم تعجب کنید، پس امرئاس هم شیعه بوده؟ امرئاس دشمن شماره یک امیرالمومنین بوده. اما میدونید که، یا نمیدونید، شما اهل فضلین، اصفهان میدونن اول کسی که برای امیرالمومنین غدیریه گفته به شعر امرئاس بوده، بعدم بقیه گفته. باور نمی کنید اولین کسی که غدیریه گفته خود امرئاس بوده؟ با یه فضیلت آدم شیعه نمیشه. بعد یه خود بیشتر مطالعه کنیم. بله اینا آسان نیست. ابن عبدالحدید نهج البلاغه آقا را در 20 جلد شرح کرده، بعد مست شده، کتاب داره تمام میشه، خدایا چه کار کنم؟ خیلی ادیب بوده ها، اما تو رو خدا ببین در مقابل ادب امیر المؤمنین، در مقابل خطبه ها داره احساس کوچکی میکنه. شو گوش بدید آخه، خیلی حرفه. یه نفر بیاد اینقدر ادیب باشه که بره به جنگ ابن اسیر، اینو دقت کنید، ابن اسیر جزری، توجه کردید؟ یه کتاب نوشته در ادب، توجه فرمودید؟ ابن عبدالحدید در رد اون کتاب کتاب نوشته. بله، اون وقت شما ببینید به ادب امیرالمومنین که میرسه احساس کوچکی میکنه. در اون 20 جلدی که نوشته در آخرش دو تا جمله داره، میخوام به عنوان هدیه به شما بگم انشالله. جمله اول این است، میگه استغفر الله ربی، شرحش اینه، از خدا آمرزش میطلبم که این کتاب را من شرح کردم، اگر یه جمله های بوده چه مناسب این کتاب نبوده به کار بردم. لا اله الا الله، الله. خب این آدم ببین آقا خیلی حرف آخه. المثل السائر، مردم شیعه، المثل السائر مال ابن عسیر در ادب، المثل السائر دو جلده، ببین در دنیا نظیرش نیامده. تمام اروپاییان بهش رفرنس میدن، کتاب عجیبیه. ایشان ابن عبدالحدید اینقدر ادیبه که اومده دست بالاتر از این نوشته که من به زحمت به دست آوردم، اسمشو گذاشته الفلک الدائر علی المثل السائر. بعضی دوستان عزیز نور چشمان کمک کردن، یه نسخه عکسی پیدا کردیم. الفلک الدائر یعنی چی؟ چیزی که خیلی کهنه بشه از بین بره میگن دار علیه الفلک. این فلک دورش چرخیده دیگه، قدیمی شده. الفلک الدائر علی المثل السائر، میگه مال من بالاتر، این دیگه کهنه شد، فلک دورش چرخید. حالا این آدم آمده میگه اگه من کلماتی اینجا به ذکر کردم که مناسب این ادب نبوده، از خدا آمرزش میطلبم. این اول. دوم چی گفته؟ اینا را قدر بدانیم، باید ارج بدهیم. میگه خب این اول. دومی، و استشفع یا امیر المؤمنین، همه آقا را دوست دارن، همه میخوان چیزی بگیرن. خیلی بزرگ آقا، علی که قفلت کرده اون آدم نیست اصلا. اولئک کالانعام، اون را بلش کن. یه ذره آخه امیر المومنین دوست داشتنیه،
میگه و استشفع بمن اسهرت عینی فی شرح کلامه، آمرزش میگه شفاعت میطلبم از آقایی که چشمم رو در شرح کلامش بیدار نگه داشتم. الله اکبر. وقت بعد از اون که مست شده 7 قصیده گفته، انشالله نجف مشرف بشین، انشالله نجف وارد 7 قصیده است. ببینی یادتون باشه نجف که مشرف شدید روی ذریع متحد قصیده عینیه شو نوشتن. آخه ببین یه قصیده باییه داره، چند تا قافیه داره، اون قصیده که در قافیه عینه اونو در کجا؟ رو ذریع آقا نوشتن. آقا مست شده میگه آقا تو بشری میدونم، به خدا میدونم، کسی به تو خدا نمیگه، بگه کافر میشه، اما من چیکار کنم؟ میگه لولا حدوثک قلت انک مستنزع الارواح جاعل الارواح فی الاشباح والمستنزعون. میگه اگه حدوثت نبود قلت انک جاعل الارواح فی الاشباح والمستنزعون، تو هستی که این ارواح را در اشباح قرار میدی بعدم روحا را میگیری، ولی میدونم تو بچه حادثی، تو حادثی. یه چیز دیگه، لولا مماتک، اگه مردنت نبود، میدونم تو را صبح 19 ضربت زدن در مسجد و روز 21 شهید شده، میدونم همه را میدونم، اما مستتم. لولا مماتک قلت انک قاسم الارزاق تعطی من تشاء و تمنع، میگفتم تو اصلا روزگر میدی، به یکی زیاد میدی، به یکی کم میدی، مست دیگه. میگه خدا به علی افتخار میکند. مردم این شعر که من میخونم شعر نیست که سرگرم بشیم، پشتوانه علمی داره. ببخشید شماها اهل فضلین، جسارت نکنم، بیشتر اونا که شعر میخونن پشتوانه علمیشو نمیدونن. کسی هم بخونی میگن این چه شعریست، بابا نمیدونی ساکت باش. و اون این است که همتون بلدین، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این پشتوانی علمی دارد. اگر زنده بودم بعدن به شما میگم صلوات بفرستین.